Бо баҳри чӣ дар ин дунёем, бародаронам? Оё маънои ҳаётамон он аст ки оиладор шавем? Оё маънои ҳаёти мо он аст ки либосҳои зебо пӯшем? Оё маънои зиндагии ман дар он аст ки барои худ хонае бо ҳашамат бисозам? Оё мо дар дунё бо ҳамин мақсадем? Ё ин ки мақсади бодубушти мо хидмати Аллоҳ субҳанаҳу ва таъолоро кардан аст? Баҳри чӣ Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло шуморо ба ин дунё равон кардааст? Ва ҳатто агар Аллоҳ ба шумо ҳаёти тӯлоние ато кунад, чанд сол умр ато мекунад? 80 сол? 90 сол? Ё ин ки 100 сол? Вале баъд чӣ мешавад? Баъд шумо меравед. Умратон ба охир мерасад. Ва шумо бо худ чӣ мебаред? Чӣ мебаред бо худ? Валлоҳи бародаронам, ин дунё то он дараҷаи ночиз аст ки шумо ба худ ҳатто тасаввур карда наметавонед. Аллоҳ субҳанаҳу ва таала шуморо баҳри як муддати кӯтоҳ офаридааст, танҳо бо мақсади он ки ӯро ибодат кунем, ӯро бипарастем, то ки мо дини ӯро дар ҳаёти худ татбиқ кунем. Ҳамагӣ ду чиз, маънои мавҷуд будани шумо дар ин дунё он аст ки динро дар ҳаёти худ ба амал татбиқ намоед ва динро дар рӯи замин барқарор намоед. Ҳамааш оддӣ аст. Дин дар ҳаёти худам ва дин дар ҳаёти атрофиёнам. Ҳамин аст маънои ҳаёти мову шумо. Айнан ба ин хотир мо дар ин ҷоем. Валлоҳи бародаронам, барои Аллоҳ субҳанаҳу ва таала фарқе надорад. Фарқе надорад ки чӣ қадар пул дорӣ. Барои Аллоҳ субҳанаҳу ва таала фарқе надорад ки дар чӣ гуна мошинҳо сайру гашт мекунӣ. Барои Аллоҳ фарқе надорад бо ҳашамати хонаи ту. Чанд то ҳуҷраи хобӣ дорӣ? Чанд то ҳуҷраи бошукӯҳ дорӣ ва ё харакҳои хоросангӣ дорӣ? Ин ҳама аз чизҳои дунёӣ аст. Ад-дунья малъуна ва малъунун ма фиҳа. Лау канат ад-дунья таъдилу инда Аллоҳи جناح بعوضة ما سكى كافرا منها شربت ما رسول الله عليه الصلاة والسلام میگوید این دنیا چنان بقدر است این دنیا تو درجه مسلوق است این دنیا تو حد ناچیز است در نزد الله سبحانه و تعالی تو حد ناچیز و بی ارزش است او میگوید اگر زیرا که چونی نیست اگر این دنیا حدی اقل ذره ارزش می داشت در نزد الله پس الله حتی یک کافر رو نمی گذاشت که از آب این دنیا اقلا قطره بنوشد او حتی با یک کافر قطره آب نوشیدن نمیگذاشت. تصور کنید شخصی رو که با الله نفرت دارد و پیامبر خود نفرت دارد دشمن اسلام است دشمن آشکار و اصلی الله است ولی نو بسته از همه این الله به آنها عطا میکند به آنها عطا میکند پول ماشین ها زن ها قصر ها قدرت حاکمیت الله به آنها عطا میکند چرا آخر چونکه همه این در نزد الله ذره ارزش ندارند این هم اش ناچیز است. ولی علم‌آور آن است که ما و شما مسلمانان من و تو آنهایی هستیم که دین برایمون روان شده است. آنهایی هستیم که حیات برایمون عطا شده است. آنهایی هستیم که برایمون نعمت بزرگترین عطا شده است. بزرگترین نعمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و قرآن می باشد. لیک ما این همه را یک سو گذاشتیم. ما از راه پیامبر علیه صلی الله و سلم روی گردانیدیم. ما دین او را گذاشتیم. ما سنت او را گذاشتیم. و همش بحر چی؟ به خاطر چی ما همه این را گذاشتیم برادرم؟ بحر این دنیای گذرنده؟ بحر دنیای ناچیز؟ که این دنیا را ترک کرده با خود چیزی را برده توانیست. آیا با کسی میسر شده است که از این دنیا رفته و چیزی را با خود برده باشد؟ ولی با این نگاه نکرده ما به همان دام ها قدم میمونیم. ما نیز همان خطاگی ها را تکرار میکنیم. سؤال به میان میآید که شما جانبدار کیید؟ از خود این سؤال را بپرسید. شما در جانب کی هستید؟ در جانب الله؟ جانبدار پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در جانب کی هستید شما؟ فقط التماس خود را با این بهانه های بی آخر خود سفید کنی ها فریب ندهید. اگر با لقیدن خالی بهشت را به دست آورده می شود پس عزیزم فکر کن که ما همه همون علاقه در بلندترین مقام بهشت قرار گرفتیم. لیکن به صحابگان نگرید و به پیامبر صلی الله علیه و سلم نگرید چی قدر کم گپ می زدند ولی چی قدر زیاد عمل می کردند. ما باشیم امروزها تنها می لقیم ولی عملمون صفر است. اینک شما در جانب کی هستید؟ والله برادرانم هر یک نفر برای خود خوشبختی می جوید. همه ما موفق شدن می خواهیم. همه تا آخری نفرمون مسلمان باشد یا نامسلمان. همه می خواهند که کامیاب باشند. همه می خواهند که خوشبخت باشند. هر کس می خواهد از دیگر پیش قدم باشد. الله به شما پیامبر روان کرد. الله به شما کتابش را یعنی قرآن را نازل کرد تا که به شما راه موفقیت را نشان دهد تا که به شما راه خوشبختی را نشان دهد. ما باشیم از این روی گردانیدیم و با چه چیزها روی آوردیم؟ ما با چه چیزها روی آورده ایم؟ ما رو اکثر وقت میپرسند اخی چرا با ما چنین قسمتی وزنین آمده است؟ رسول الله گفته است من شما را در راه درست گذاشتم. من شما را در راه راست و پاکیزه گذاشتم.
حتی شبش مانند روز عیان است. من همه سنگ و خارهای آن را برطرف کردم. و اکنون فکر کنید شخصی که به شما چی گونه بعد حاجت را دفع کردن مستحب کردن را آموزانیده است. و تصور کنید به خود نه تنها مستحب کردن را و حتی با کدام دست اجرا کردن آن را آموزانیده است. آموزانیده است که با کدام دست اجرا کنیم. و فکر شما شخصی که چنین معلومات ها را برایتان آموخته است به شما راه راست را نشان داده در گمراهی میگذارد؟ او به شما خریطه دقیق را تصویر کرده است. او راهنما را به شما سپارید. مرا میپرسند که اخی چرا به من دین لازم است؟ دین به من چی لازم است؟ من چنین جواب میگویم دین این جی پی اس نویگاتوری حیات ما است. بدون دین دوست عزیزم تو همگی یک روح گمراه گشته ای. تو از پس نازونوز و خواهشات نفست میگردی ولی دین این راهنما است. من راه گم زدم دوست عزیز، نمیدونم کجا روم، چیکار کنم. به دین مراجعه کن و راهنمایت او را زیرکشی کن. نقطه آخران جنت را انتخاب کن. این است ایستگاه آخرین تو، این است مسیر حرکت تو و به پیش و به پیش. ولی نه، راه عیان است، انا آن دقیقا در پیش چشممون. ولی هر کس خود را پروفسور و عالم میتراشد. گویو نه دوست عزیز، باورم کن، از اینجا به طرف چپ گرد، از اینجا به طرف راست گرد. باورم کن من الکی در اینجا بودم، ولی همین که به طرف راست میگردد، والله این چی خطاگی است. من دقیقاً یاد دارم که اینجا درخت بود، بیا به چپ یا این که به راست. دوست عزیز چرا تو وقتی خود را بیهوده صرف داری؟ مسیر حرکت آشکار است، راه عیان و روشن است. والله برادران خواهرانم، خواهش میکنم این نقطه نظر رو بفهمید. الله سبحانه و تعالی عموما در آرزوی تأثیرات از آن چیزهایی نیست که شما خود به فکر خود اختراع میکنید. اکثر وقت آدمان گمان میکنند من میدونم که این همان راه است، ولی من میخواهم که الله را در تأثیرات گذارم و با خواست خود عمل کنم و یا عمل ایلوگی را اجرا نمایم. الله با این عمل شما تأثیرات نمیکند. الله از شما چنین چیزی را انتظار نیست و الله سبحانه و تعالی این را آشکارا گفته است. این راه من است، این طریقه من است، این پیامبر من است و شما کامیاب میشوید تنها اگر با راه او روید. حرکت با هر کدام راه دیگر شما را به هلاکت میبرد، حتی اگر زیر لوای دین باشد. اگر من اختراع کردن بخواهم و از همین آغاز می شود موضوع نوآوری یعنی بدعت، اگر من نمود نو عبادت را اندیشرانی کرده اختراع کنم از قلب پاک و تنها بهر الله سبحانه و تعالی، پس دقیقاً همین نوآوری شما را بالاخره به هلاکت میبرد، به شرطی که پیامبر اجرا نکرده باشد آن را. چون که الله به اختراعات شما نیاز ندارد، الله کاملا روشن کرده است. این است راه برای شما، این طریقه درست است. اگر آن را پیروی کنید پس کامیاب می شوید. لیک اگر پیروی نکنید، اگر هر چیزی را از خود بافته برارید، گاه به چپ و گاه به راست بگردید، پس شما خود را به انجام بد برده می رسانید. همش عادی است.